مشکلات زیاد داریم، دستایی که خودش مشکل نیست مشکل درست میکنن. برای هر اختلال جنسی زوج باید مراجعه کنه. قرار نیست یه نفر بیاد بگه که تقصیر توی خداحافظ شما. خیلی از خانوما هستن که میرن، یعنی میبرنشون پیش رمال و جمال و نمیتونم، که بسته بودن به بند، به تخ بسته بودن، بعد یه جادوگری آمده بود اجزای مختلف داخل واژن این کرد. یه چیز صحنه واقعا دردآور. آدم فکر میکنه واقعا ما داریم تو دنیای مدرن زندگی میکنیم یا هنوز مال 100 سال پیشیم. اندازه آلت، اولا که بگم هیچ ربطی به لذت جنسی نداره. وقتی آلت تناسلی وارد واژن میشه، همین ابتدای واژن انقباض صورت میگیره و باعث ارگاسم و لذت جنسی و فلان، یعنی هر چی هست آقا مال همین اوایل واژن. بحث امروزمون بازم واژینیسموس، تموم نشد، بحث بسیار گسترده ایه. امروز هم با سرکار خانم دکتر مهریه نجات هستید. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. خانم دکتر، این برنامه، این واژینیسموس تموم نشد، درمان سنتی مدرنش رو گفتیم تو جلسات قبل، بازم یه سری باورهای غلط در این حوزه داریم. اگه ممکنه تو این جلسه به اون باورهای غلط بپردازیم. بله، واقعیتش یه جورایی دلم هم نمیاد این بحث تموم کنم، به خاطر اینکه اینقدر ما در این مورد مشکلات زیاد داریم، دستایی که خودش مشکل نیست مشکل درست میکنن، که بهتر دیدم که باوراش هم صحبت کنی و اون حواشیش. همونطوری که بهتون گفتم، برای هر اختلال جنسی زوج باید مراجعه کنه، یعنی هر دوشون مشارکت کنه. قرار نیست یه نفر بیاد بگه که تقصیر توی خداحافظ شما. هر دو باید مشارکت کنه. و چون این واژینیسموس و آقایون همیشه میندازن گردن خانما و اینکه فکر میکنن تقصیری از خودشون نیست و هیچ مشکلی نیست، خیلی دردآورتره برای خانم. حالا ما یه پرانتز باز کنم. خانم دکتر، ما یه مراجعه کننده داشتیم تو این زمینه، دختر 18 ساله اومده بود با تروما کبودی، اصلا اومده بود روشم نمیشد حرف بزنه، بعد اومد و بالاخره بعد مادر شوهرش اومد گفتش که آره اینا دعواشون شده، خیلی وقته که مشکل دارن، گفت مشکل زنانه. بعد بررسی که شد متوجه شدیم که سر واژینیسموس که هر دفعه این بنده خدا کتک میخوره. این چقدر درده. بله. و خیلی از خانوما هستن که میرن، یعنی میبرنشون پیش رمال و جمال و نمیتونم، براشون تلس میگیرن. و من یه مراجعشم خیلی وحشتناک بود، یعنی هنوز اون صحنه صحبت کردنش تو ذهنم، که بسته بودن به بند، به تخ بسته بودن، بعد یه جادوگری آمده بود نمیدونم اجزای مختلف داخل واژن این کرد. یه چیز صحنه واقعا دردآور. آدم فکر نمی‌کنه واقعا ما داریم تو دنیای مدرن زندگی می‌کنیم یا هنوز مال 100 سال پیشیم. حالا به هر حال غیر از این ماجراهایی که ممکنه اتفاق بیفته، من یه چند تا مسئله تو قسمت واژینیسموس باید بگم. اولا در مورد اندازه آلت، البته اینو تو مبحث آقایون حتما دوباره مجدد تکرار میکنم چون خیلی مهمه. الان اندازه آلت هم برای آقایون مهم شده هم خانم. من میخوام تکلیف اینو الان مشخص کنم. اندازه آلت، اولا که بگم هیچ ربطی به لذت جنسی نداره. یعنی که نمیدونم اگه مثلا آلت یه آقایی 20 سانت باشه خیلی مثلا لذت بخشه، یا نمیدونم 10 سانت هم باشه نه لذت بخش، نه اصلا اندازه سایز آلت هیچ اثری نداره. چرا نداره؟ وقتی که آلت تناسلی، ببخشید من همش مجبورم از دست استفاده کنم چون اینجا وسیله ای نداره، وقتی آلت تناسلی وارد واژن میشه، همین ابتدای واژن انقباض صورت میگیره و باعث ارگاسم و لذت جنسی و فلان، یعنی هر چی هست آقا مال همین اوایل واژنه. پس اصلا مهم نیست که این چه اندازه‌ای داشته باشه، چون همین ابتدا داره سکس صورت میگیره و ارگاسم و همه چیز ماجرا مال همین ابتدایی باشن. خب ولی با این حال یه رنج بررسی که کردن، یه رنجی برای این حالت اندازش گفتن آقا در حالت غیر تحریک و اینکه بگیری پوستش رو بکشی بین 8 تا 11 سانت، زیر 8 رو میگن میکروپنیس. تا الانی که ما اینجاییم هیچ گزارش از میکروپنیس نداشتیم، مگه کسایی که اصلا بیماری ژنتیکی داشتن که خیلی کم.
بقیه آقایون نباید ناراحت بشن، ما هم چه چیزی نداریم، خیلی کم نادره، چون آقایون ما، من بهشون میگم آقایون خطکش به دست، همش در حال اندازه‌گیری سایز و حالا چون یه نمای قدرته ای دارن به رخ هم. خب دکتر به خاطر تبلیغات سویی هم هست که توی رسانه انجام میشه، چون تبلیغات سو جنبه تجاری داره، اصلا یه رفرنس علمی پشتش نیست، متاسفانه این باورا رو تشدید میکنه خیلی. و این فیلم های پرن، بله انشالله تو مبحث اعتیاض جنسی در مورد فیلم های پرن بگم که و بگم چه مخربیه. بعد خواهم دکتر یه موزل دیگه که ما داریم توی حالا شاید موزل جایی دیگه هم باشه، چون آموزش جایی داده نمیشه، چه خانواده چه مدارس، بالاخره این نیاز میرن سراغ فیلم های پرن، یعنی شده داشت. رفرنس یادگیری سکس توی ایران و این چقدر اختلالات اصلا ناشی از اون متاسفانه. خب پس در حالت غیر تحریک وقتی که پوست آلت کشیده بشه بین 8 تا 11 سانت تمام، پس آقای 8 سانت هم باشه خوبه، در حالت تحریک بین 11، حالا البته درستش 10 و 8 دهم، 11 تا 18، پس اصلا نرمالش اینه، البته اگه کم کنیم دقیقا میشه 17 و مثلا نیم یا 8. پس اکثر آقایم تو این رنج هستن، پس مشکل نداریم با این قسمت. مال خانوما چی؟ یه چیز جالب بگم، خانوما 8 تا 13 سانت، یعنی در غیر تحریک 8، در حالت تحریک 13. من همیشه به یه آقا میگم، اونا که خیلی استرس دارم میگم که خب اصلا شما فکر کن حالت 30 سانت میخوای چیکار کنی وقتی حد اکثر اون 13 سانته، میخوای چیکار؟ ولی خانما یه چیز، چون قدرت ارتجایی واژن دارن، هر آلت به هر اندازه ای رو میتونم تحمل کنم، مشکلی نداره، ولی همینجوری نرمالش 8 تا 13 سانت. پس اینکه اگه بزرگ باشه لذت بخش ما اینجوری، اینا همه باورهای مزخرف و غلط، هیچ اثری نداره. یه چیز دیگه من همیشه از زوجم میپرسم، اصلا تو میدونی نوز چجوری صورت میگیره؟ به خانم میگم اصلا میدونی آلت از چی تشکیل شده؟ چون از اینم میترسن دیگه، فوبیا دارن، میگه چیزی اصلا مثل استخون میره، شنیدید که میگه استخون میره وارد ما میشه؟ مریضای واژینیسموس این چون این مفصل دنبال همون واژینیسموس. خب این واقعا از چیه؟ این نوز یا این پرشدگی آلت رو من براشون توضیح میدم، باید همه اینا رو توضیح بدید چون باید بدونن چی به چیه. من تا قسمت قبل در مورد خودش گفتم، حالا در مورد همسرش هم باید بدونید. میگم ببینید آلت تشکیل شده ای از عروق خونی با یه سری اجسام اسفنجی با پوست، یه چیز خیلی، این خون میاد داخلش پر میشه، این حالت نوز پیدا و صفر میشه. مثل چی؟ من همیشه میگم ببینید پوست بدن نگاه کنید چقدر شعله، اصلا خطرناک هم نیست، همین خون میره زیرش حالت سفت و پف کرده و چقدر دردناک، میبینید چجوری میشه پر میشه، خون رو بکشی برمیگرد، آلت آقایون خون پر بشه صفر میشه، خون رو بکشی، پس ترسناک نیست، این فقط خونه که داره وارد میشه و خروج. باید خانم بدونه که این چی با چیز ترسناک، نمیدونم چوب، و یکی از خانم‌ها میگفت این چیز نیست، سنگ نیست، نمیدونم چرم نیست. من خیلی برام جالب بود چجوری داره اینا رو فکر میکنه، چقدر براش وحشتناکه. و همین، این در مورد اندازه آلت و فیزیولوژیش باید براش توضیح بدیم تا این ترسش خود کم بشه. پس ما در مورد آناتومی توضیح میدیم، پرده توضیح میدیم، در مورد فیزیولوژیشون، آناتومی خانم و آقایان توضیح میدیم تا اصلا ببینید چی به چیه. و همیشه تاکید میکنیم چیزی که باعث لذت میشه معاشقه و رابطه درسته، نه اندازه آلت، نه اندازه ساز. حتی ممکنه یه رابطه جنسی باشه اصلا دخول انجام نشه، هیچ اشکال نداره، از رضایت جنسی. اینقدر که خانوما با معاشقه و از طریق شنوایی تحریک میشن، از هیچ طریق دیگه تحریک نمیشن. تحریک آقایون با چیه؟ از طریق دیداری که ایشالو بعد هم بسیار مرسی خانم دکتر، سلامت باشین، مطالبتون خیلی جامع بود، مرسی از شما که با ما بودین، روز و روزگار بر شما.